نشست علمی روزانه آیتالله لزما سید صادق و شیرازی روز پنج شنبه هفته سال زلحجه سال 1444 برگزار شد. در این نشست همچون روزهای گذشته ایشان به سؤالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیتالله لزما شیرازی در رابطه با گفتن ذکر یا علی تصریح کردند، که گفتن این ذکر هم به قصد خدای عزوجل هم به قصد نام امیر المومنین اشکال ندارد چون علی اسم مشترک بین خدای متعال و امیر المومنین است با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم یا علی علی هم اسم خدای عز و جل. هم اسم امیر المومنین علی یونش من العلیی هم اسم المؤمنین هم یا علی گفتن به قصد خدای عزوجل و اشکال نداره هم یا علی گفتن به قصد امیر المؤمنین هیچ اشکالی نداره آیت الله لزما شیرازی همچنین با اشاره به آیه شریفه کلن نومد دو اولا و ها اولا من عطا ربک فرمودند خدای متعال چون بشر را مختار و فریده خودش خواسته تا انسان هر گونه که دلش میخواهد ولو بداند که باطل است افعال خود را انجام بدهد ایشان دلیل این حکمت الهی را امتحان شدن مردم بیان کردند و با اشاره به آیه چهل و دوم سوره انفال تأکید کردند که در زمان پیامبر اکرم منافقین حضور داشتند و برای خود ایشان هم مشکلاتی درست کردند و حتی چندین مرتبه در عقبه و غیر عقبه تصمیم به قتل و ترور پیغمبر خدا گرفتند آیت الله لزما شیرازی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه در زمان شهادت امام حسین علیه السلام صدها نفر از اصحاب پیامبر زنده بودند و دیده بودند و شنیده بودند اما این امتحان بود چون خدا خواست مردم مختار باشند تا مشخص شود چه کسی صد درصد خوب و چه کسی کمتر یا بیشتر به وظیفهش عمل می کند. لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله لزما سی صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده و پانزه دقیقه به وقت محلی برگزار می شود. و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده نشست علمی باشید